استاد گلپا درود بر شما. مرسی. ناصر ملکمتی، رفیق شما، رفیق چند دهه، 50-60 ساله شما، چشم از جهان فروب است. شما پاریس بودید چوربختانه، ولی صدای شما و فریاد مردم با ترانه شما ناصر ملکمتی رو همراهی میکرد. استاد گلپا، چه احساسی داشتید وقتی رفت ناصر رو دیدید با این مهر مردم به گلپا؟ من باور کنینی که میگم از ته دلم میگم، من یه چیزی نزدیک 38-40 ساله یا قبلش هم همینطور دنبال مرگ میدویدم. به همین دلیل کشورم رو ترک نکردم، موندم دنبال مرگ میدیدم. حالا برای این که بگم که چرا و دلیلی برای این کار داشته باشم، اینه که من وقتی که اون آواز الهی به مستان میخانت، به عقل آفرینان دیوانت رو خوندم، یه بیتش اینه: الهی به جان خراباتیان، الهی به جان خراباتیان، که از این مهنت هستیم وارهان. آخه ما برای دو روز که اضافه بمونیم زندگی کنیم چقدر باید مهنت بکشیم، چقدر باید تو سری بخوریم؟ من که همه چیزمو گذاشتم در راه آواز، خدمت به جوونا، عشق، محبت، دوستی، اصلا همه اینا رو فراموش کنیم؟ نه بابا، ما وظیفه داریم تا اون دم آخر، تا اون دم آخر برای این مردم، اگر تونسته بودیم که بخونیم که خوندیم، اگه اون کاری که میتونستیم بکنیم. ولی من به شما بگم که در میونه این مردم هنوز پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، حسن کسایی، جلیل شهناز، همه اینا هستن. پیش کسوتان بزرگی مثل چکنواریان، مثل شاهین فرهد، مثل اوفیلیا پرتو، مثل ظریف، پروین ساله، پریسا، اینا هستن. شما فکر کن همه تموم شد، موسیقی ها تموم شد، بعد از اون ما همه میمیریم. ولی به جوان ها رو ما الان باید بهشون بها بدیم. 11 نفر میره تو زمین فوتبال بازی میکنه، اما در استادیوم که باز میشه 100,000 نفر مردمن، میان چیکار میکنن؟ تشویق میکنن، انرژی میدن. ما اینو فراموش کردیم؟ همینه دیگه نتیجهش. شما بند وقتی که باور کن این فیلمو دیدم که این مردم حالا اومدن. بابا چرا 2 سال پیش نرفتی سراغ ناصر ملکمتی؟ حالا اومدن. ولی من ازشون تشکر کنم، باز اومدن. و از همه مهمتر، این همه خواننده خوب و قشنگ و بزرگ و اومدن از من کوچولو، با درویش شما بدرود گفتن، با آهنگ درویش من ناصر ایشونو دفن میکنن. این بر من یه افتخاره، یه افتخاره. شما 100 میلیارد به من بدی، اصلا به چه درد من میخوره؟ به چه درد من میخوره؟ 2 تا 0 به حساب بانکی من اضافه میشه؟ نه، این عشق منه. این 60 سال رفاقت من که از شیراز با این مرد بزرگ شروع شد، خوشحالم که اون دم آخرم باز با صدای من ایشون بدرقه شد. امیدوارم که همه مردم ایران، اونا که همه با عشق زندگی میکنن، بدونن که ناصر ملکمتی با عشق مرد و همچنان زنده است. چون هنر مرگ نداره استاد گلپایگانی. و دیروز هم که من در سالن کتاب بودم، وقتی که این فیلم رو دیدم که شما پاریس تشریف دارین و مردم توی ایران، توی تهران، هزاران نفر دارن بدرود میگن با ناصر، با درویش استاد گلپایگانی. خیلی متشکرم. از قول من از همهشون تشکر کنین که باز اومدن این دم آخر دل ناصر و بازماندگانشو، فرزندانشو واقعا شاد کردن که بدونن بابا جان اگه یه اتفاقی افتاده نتونستن بیان، اینا پیرن عثمان نکنی،
همین که مردم اینجوری میان از شما دفاع میکنن خیلی مهمه، خیلی مهمه. این جمعیت، این سیل که من دیدم توی تلویزیون و از این حرفا، خب این قابل فراموش نشدنی هستن. امیدوارم که همه جوان ها، همه هنرمند ها، همه شون حرفای بزرگترها رو گوش کنن. من چند تا سایت هم که دیدم، دیدم حرفای قشنگ زدن. بله، حرفای اینا رو گوش کنن، بدونن که بابا جان شما همه با ایرونی هستی، فارسی صحبت میکنی. به هر صورت من از همه شون تشکر میکنم، امیدوارم که سلامت باشن. و از این که اینجور از ناصر خان عزیز تشییع جنازه کردن و باباش خداحافظی کردن، من تشکر میکنم، خیلی ممنونم. با بوسه عمر استاد گلپاس سپاسگزار هستم و سپاسگزار مردم سربلند و سرافراز ایران که سپاس هنرمندان چون اکبر گلپایگانی رو میدونن و نشون میدن. خیلی ممنونم با بوسه عمر استاد، سپاسگزارم.